یه همتی بود که شما میشناسید به اسم این اتوبانش، یه همتی که من باهاش زندگی کردم. شب مالفج مقدماتی اومد برامون صحبت کردن حاجی، وقتی که یه دفعه خونش به جوش میومد رو پنجه های پاش بای میسان دیدیم بلند شد. بچه ها بجنگید، اگر نجنگید میان انانمون رو دست میگیرن. من گفتم خدایا این حاجی چرا اینجوری صحبت کرد؟ خوش داره اذیت میکنه همه اینا که اومدن به جنگن، وصیت نامه هاشون تو جیبشونه. گفتم خدایا چرا حاجی خوش داره اذیت میکنه؟ اینایی که من میبینم بچه های اطلاعات عملیات و بچه های تخریب، وصیت نامه هاشون تو جیبشونه. اینا اومدن این مسیر رو آگاهانه انتخاب کردن. کات گذشت. ولوج مقدماتی که تا همین الان از تو کانال ها شهید میارن برامون. و اما چقدر خوب شد شما این قصه رو ندیدید، من دیدم. زهرنامه 598 شد، پنجره ها باز شد و به تو ثابت بشه و به این 17-18 میلیونی که برای بهتر شدن معیشت رأی دادند مشخص بشه که راه فقط راه سید اولیا پیغمبر، سید اولاد پیغمبر حضرت روح الله درسته و بس، راه آقا درسته و بس، که میگه که خوشبین نیستم به این رشته. من البته هیچ وقت نسبت به مذاکره با آمریکا خوشبین نبودم. رفتیم تو همین هتل اوین، اونجا به پیشواز اینها، فرانسویه اومده، انگلیسیه اومده، اینها همه با لباسای نظامی در آسانسور اومدن باز کنن. این خاطره رو قبلا برای خواص گفتم، اینجا جاش. در آسانسور زدم دیدم یه هیکل آمریکایی با لباس گاوچرونی، قد 2.20، کلاه بسترن، جلیقه بستم، کمربند چرمی، کفش مهمیز بسته، استیل آمریکایی. خدا این اینجا چیکار میکنه؟ همچنین در آسانسور باز شده، اینا چشمم تو چشم این افتاد، زد به پهلوم، گفت هلو مای فرند، خسته نباشید برای بچه ها، ما اومدیم. تا نگاه چشم به چشمش افتاد یاد جمله همت افتادم توی همینجا. آی بچه ها بجنگید، نجنگید میان انانتون رو دست میگیرم. یعنی این شیطان لعین قادر در هر زمانی انسان را از بالا به سقوط بکشه. یه بار پسرم پنجره ها باز شد، اگرچه که دروغ میگفتن. امضا کردیم قطعنامه 598 رو، موندن روی پای حرفشون. آها، چی شد بعد از این که امضا کردی؟ سه روز بعد دو مرتبه زدن به هم، بدتر از روز اول جنگ. روی جاده اسپارته احواز خورم شد، روی سراحی پکه، مهران، دهلوران، قصر شیرین، تا کجا؟ 110، 20، 170، 80 کیلومتر، 20 کیلومتر کرمانشاه. غنیمتیاتو نمیتونستن ببرن. گفتم وارسال تو 10-12 هزار اسیر به یه روایت ظرف 3 روز داری. اینا رو نمیگن برای تو، اینا رو نمیگن برای تو، لالاییه، مرگ و سازش میخونن تا اینکه تو رو به پای میزهای. ای کاش رجایی شما بود توی اون سازمان ملل
همون کاری که کرد، جورابش در آورد، پای شکنجه شده رو نشون داد، گفت این آثار آخر دیوونه بازی. یه رئیس جمهور تو سازمان ملل جوراب بکنه اینا بگه این آثار شکنجه شما مهد دموکراسیه. و اما به شما بگوییم، رجایی میگه آن روز که آخرین فشنگ ما در جنگ تمام شود در صحنه نبرد، اولین روز جنگ ماست. اینا رو بگو، نه اینکه بری بگی چپتو نشون بدی بگی تموم شده ای، خزائنمون به غارت رفته، آماده ایم. اینا رو بگو. و امروز اومدیم که با اینها بیعت کنیم، همونهایی که میدونستن. سوال نکردن از شما آقا شیمیایی میشیم اینجا، آقا این 3 کیلومتر موانع رو همت چجوری رد کنیم. سوال نکردن از شما، پلاکش هم بچه داد به شما. اوورکوت رو دیدم اون یکی داره در آقا اوورکوت رو چرا داری در میاری؟ ببینی اوورکوت رو کره‌ای خوبه، ما که دیگه بر نمیگردیم. اوورکوت هم مال خودت، حیفه بریم اینجا روی سیم خاردار سوراخ سوراخ بشه. وای خدا، کیا بودن اینا؟ چقدر من با اینها فاصله دارم. همون موقع که آقا روح الله قطعنامه رو داشت امضا میکرد، پیام قطعنامه رو بخون برای اینها. کسی تصور نکنه که ما راه سازش با جهانخواران رو نمیدانیم. کسی تصور نکنه که ما راه سازش با جهانخواران رو نمیدانیم. ولی هیهات که خادمان اسلام به ملت خود خیانت کنند. ولی در هر حال اون چیزی که در سرنوشت روحانیت واقعی نیست، سازش و تسلیم شدن در برابر کفر شکست. که اگر بند استخوان‌های من را جدا سازند، اگر سر من را بالای دار برند، اگر زنده در شعله‌های آتش من بسوزانند، اگر زن و فرزندان و هستی من را در جلوی دیدگان من به اسارت و غارت برند، هرگز من نامه کفرش امضا نمی کنی. ایهاد من نزله.